سلام، روز شما بخیر. من رضا امامی هستم، مجری کارشناس این برنامه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های خوب نماگر. در خدمت مهمان های عزیزی هستیم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه، و جناب آقای دکتر سید محمد رضا حسینی، کارشناس ارشد حقوقی. بسیار سپاسگزارم از حضور مهمانان ارجمند. و موضوعی که در این برنامه میخوایم راجبش بحث بکنیم، بحث طرح اصلاح قانون بازار سرمایه است. در ابتدای برنامه خواهش میکنم که مهمانان عزیز خودشون رو معرفی بکنن تا در ادامه در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و تشکر میکنم از دوستانی که این محفل رو ایجاد کردند که نظرات کارشناسی در جهت اصلاح قوانین بازار سرمایه و مقررات بازار سرمایه انشالله گفته بشه و انشالله شنیده بشه. من علی سعدوندی هستم، متخصص بانکی و اقتصاد کلان. بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سعدوندی. در خدمت آقای دکتر حسینی هم هستیم. خوشو بشید داشته باشید با شنونده های محترم ما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون. حسینی هستم، کارشناس حقوقی بازار سرمایه. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم، کمک کنه به اصلاح این پیشنویس که در واقع طرح شده سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم. به عنوان سوال اول من از آقای دکتر سعدوندی میخوام بپرسم، خب موضوع طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل مطرح بود در محافل مختلف، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این خصوص اظهار نظر کردن بارها. الان در مورد بحث قانون بازار سرمایه میخوایم بحث بکنیم. خب میدونیم که ما قانون بازار سرمایه‌مون در اول آذر 1384 به تصویب مجلس محترم رسید. از اون موقع تا الان اتفاقات مختلفی در حوزه مالی و بازار سرمایه ما افتاده که بعضن قانون از این فضای جدید جا مونده یا بعضن قوانینی انقدر داریم که دست و پای بسیاری از معامله‌گران رو هم بسته و همینطور ناشرین. به عنوان سوال اول جناب آقای سعدوندی میخوام این رو بپرسم که اساساً بحث اصلاح قانون بازار سرمایه چه نیازی بوده در این موقعیت زمانی و الزامات این قانون برای شرط فعلی فضای بازار سرمایه ما رو چه میدونید؟ بله، سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، قانون که در ابتدای دهه 1380 تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در اون زمان قانون مترقی به حساب میومد. اما واقعیت این هست که قوانینی که تأثیرات جدی در معیشت میلیون ها نفر داره، معمولا هر چند سال یک بار مورد تجدید نظر قرار میگیره تا از نظر حقوقی و قانونی به یک ثبات لازم برسه. پیشبینی ها این بود که مثلا بعد از 5 سال قانون مورد تجدید نظر قرار بگیره. یک سری از اصولی که در این قانون اومده، معمولا در قوانین متعدد ما و مقررات متعدد در عرصه‌های مالی، این طرز فکر متاسفانه ظهور و حضور داره. یکی از مواردی که متاسفانه در قوانین اقتصادی کشور هست این هست که ما سعی میکنیم همه افراد دخیل رو در قالب یک شورا قرار بدیم و این که همه افراد دخیل در قالب شورا که شوراهایی که مسئولیت نظارتی دارند اینها بیان کنار هم قرار بگیرند، این مصداق بارز تعارض منافع و تضاد منافع است متاسفانه. نمونه این که در قانون قبلی به این صورت بوده که هر کس که به نحوی ربط پیدا می‌کرده به بازار سرمایه و سازمان بورس در شورای عالی بورس قرار گرفته، در حالی که در دنیا معمولا، مثلا مثال می‌زنم خدمت شما، در مثلا ایالات متحده SEC که معمولا به عنوان یک مرجع عالی رتبه نظارتی شناخته میشه، در واقع چند نفر افراد حقیقی کاملا مستقل عضویت دارند. اما در قانون فعلی، یعنی در قانونی که الان در حال اجرا هست و قوانینی که قرار هست در آینده به تصویب برسه و از سوی مراکز مختلف ارائه شده، حتی این تعارض منافع و تضاد منافع تشدید شده. به جای اینکه بگیم 5 نفر کارشناس مستقل و صاحب اعتبار در شورای مثلا عالی بورس حضور داشته باشن، شما ملاحظه می‌فرمایید که ما حتی نماینده از نمایندگان مجلس می‌خوایم حضور داشته باشن، نمایندگان قوه قضاییه می‌خوایم حضور داشته باشن، وزرا می‌خوایم حضور داشته باشن،
برخی از ارکان سازمان میخوایم حضور داشته باشند، برخی از فعالان حقوقی بازار که قرار تحت نظارت قرار بگیرن، اینها حضور قرار حضور داشته باشن در شورایی که قرار نظارت بکنه بر اینها. این روش حکومتداری خیلی به ندرت من دیدم که در دنیا به این نحو عمل بشه. یعنی انگار که ما نه فقط بنای اصلاح نداشتیم، بلکه سعی کردیم حتی موارد تعارض منافع رو تشدید کنیم. امیدوارم که پیام ما برسه و تغییرات عمده در این عرصه‌ها به وجود بیاد. البته ما پا رو از این هم فراتر گذاشتیم و به اینجا رسیدیم که مثلا توصیه می‌کنیم الان در قانون جدید بنا داریم که ریاست سازمان بورس هم در هیئت دولت حضور داشته باشه. اینکه ریاست سازمان بورس در هیئت دولت حضور داشته باشه این اصلا توجیه اساسی نداره. چرا؟ برای اینکه ما باید قدرتی در شأن ریاست دولت به رئیس سازمان بورس بدیم به عنوان یک نهاد نظارتی. همینطور ریاست بانک مرکزی، دلیلی نداره رئیس بانک مرکزی در هیئت دولت حضور داشته باشه. اینها باید مستقلاً به انجام وظایف خودشون بپردازن. متشکرم آقای دکتر. حالا در مورد موضوع ترکیب شورای عالی بورس و حالا ارکان اون هم خواهیم پرداخت، بحث خواهیم کرد. اگر اجازه بدید من در مورد موضوع کلیات طرح اصلاح قانون بازار سرمایه نظر آقای دکتر حسینی رو هم داشته باشیم. موضوع اینکه ضرورت این قانون چی بوده آقای دکتر حسینی و اینکه فکر میکنید این قانون آیا وقتش رسیده بوده که یک بار دیگه بروز رسانی بشه؟ چرا اصلا ما با توجه به اینکه آقای دکتر سعدوندی گفتن 5 سال یک بار باید بروز رسانی میشد تا الان به فکرش نبودیم؟ ببینید یه نکته شما فرمودید که قانون مصالحه 84 تصویب شده. خب بعد از اون هم ما در قوانین مختلفی اصلاحات مقطعی به قانون 84 زدیم، یعنی تکمیل کردیم. مثلا در سال 1388 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، یا در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، یا قانون رفع موانع تولید در سال 1396، یا قوانین برنامه یا قوانین بودجه. اینها حاوی احکامی در خصوص بازار سرمایه هستند. به نوعی همه این قوانین رو باید به عنوان قوانین حاکم بر بازار سرمایه دانست. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا لزومی داره الان ما قانون بازار رو تغییر بدیم؟ من باید از لحاظ تجربه شخصی خودم در حوزه حقوقی که دارم کار میکنم بگم که بله، در اون حوزه که من دارم کار میکنم جاهایی هست که در اجرا به مشکل خورده و نیاز به این هست که کلیت ساختار حقوقی در بازار سرمایه بازنگری بشه. منتها از همین جا من شروع میکنم این مطلب رو خدمتون میگم که آیا این پیشنویسی که ارائه شده مستند و مبتنی بر مطالعات آسیب شناسانه دقیق؟ البته این طبقه بندی رو اون وقت بتونیم در قانون پیاده سازی کنیم، اون حوزه هایی که نیازمند اصلاح هست با توجه به اولویت هایی که مبتنی بر مطالعات کارشناسی، مطالعات دقیق همراه با مطالعات تطبیقی که آقای دکتر فرمودن در حوزه های قانون با حوزه هایی که قانون بازار نیاز به اصلاح داره در واقع قانون رو اصلاح کنیم. متاسفانه یکی از انتقاداتی که به این پیشنویس وارد هست این که این پیشنویس صرفا نظرات برخی از کارشناسان منتخب و نه همه کارشناسان و بیشتر نظرات نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و شورای عالی بورس رو لحاظ کرده. حتی برخی از مواردش هستش که حالا خود کمیسیون گفته که ما در کمیسیون تصویب کردیم و نظر کمیسیون بوده، من تا عمده موادی که ارائه شده نظر سازمان بورس و نظر شورای عالی بورس است. بنابراین اولین انتقادی که وجود داره راجع به پیشنویس بحث روش شناسی تهیه پیشنویسه که رعایت نشده. کما اینکه ما در هر قانونی که می‌خوایم وضع کنیم، مثلا قانون لوایح دوقلو بانک مرکزی در واقع بانکداری، قانون بانک مرکزی یا قانون بانکداری، ما سعی کردیم که این فرایند آسیب شناسی و مطالعات پشتیبان را رعایت کنیم. یا در قانون بودجه ریزی، لایحه بودجه ریزی، ما سعی کردیم که این موارد رو در واقع رعایت کنیم، مستند و مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشه. منتها متاسفانه در این قانون علارغم اینکه هم مرکز پژوهش و توسعه اسلامی سازمان بورس، هم نهادهای مختلف دیگه، مرکز پژوهش‌های مجلس، هم نهادهای مختلف دیگه کارهای کارشناسی حالا انجام داده بودن، اگرچه اونها هم نیاز به تکمیل داشت، منتها در این پیشنویس از اون کارها استفاده نشده و یکی از نقاط ضعف این پیشنویسه که در واقع و به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که مورد انتقاد قرار گرفته این پیشنویس اینه که فعالان بازار احساس میکنن که این پیشنویس به نیازهاشون پاسخ نمیده و بنابراین با این واکنش مواجه شد. متشکرم آقای دکتر حسینی، خیلی جامع راجع به این موضوع صحبت کردید، اما
شما توضیح ندادید که بالاخره ضرورت این قانون برای چی هست. فرمودین که معتقدین ضروری هست، اما چرا؟ ببینید، در اگر سیر تغییر قانون رو شما مطالعه کنید، ما می‌بینیم که در سال 1397 یک لایحه‌ای از سازمان بورس ارائه شد به وزارت اقتصاد که اون لایحه بازم قوی‌تر از این، اگرچه اونم نقص داشت، منتها اون لایحه یا به محل لایحه نرسید. پیشنویس لایحه که تحت عنوان قانون ارتقای نظام بازار سرمایه ارائه شد، عرض شود تا دقیق‌تر بود، چون این مباحث فرایندی برای تهیه پیشنویس لایحه اونجا رعایت شده بود. در اون قانون چند تا نوآوری بود، در اون لایحه پیشنویس لایحه چند تا نوآوری بود. من اونا رو به نظر میرسه که شاید بتوان به عنوان مباحث اولویت دار و ضرورت دار برای اصلاح قانون بازار سرمایه مطرح کرد. مثلا تعاریف جدیدی ارائه شده بود در اون لایحه، مثلا تا اونجا که خاطرم هست ارزشیابان که باید تحت ارزشیابانی که در واقع شرکت ها رو ارزشیابی میکنه، سهام رو ارزشیابی میکنه، اینها تحت نظارت سازمان الان نیستن، چون قانون تعریف نکرده از اینها. یا مواردی که نیاز به اصلاح داشت، مثلا عبارت بازارگردان نیاز به اصلاح داشت، این موارد پوشش داده شده بود. یا مؤسسات حسابرسی معتمد در اون قانون اومده بود، تعریف شده بود، تحت نظارت سازمان قرار گرفته بود. پس بحث تعاریف اونجا اصلاح شده بود. یا مثلا مباحث مربوط به حقوقی، مباحث حقوقی، مثلا بحث اطلاعات نهانی، خب تعریفش الان ناقصه و موجب ابهام بازار هم شده. پس اولین بحث تعاریف بود. بحث دیگر بحث حدود صلاحیت مقام ناظر بود که آیا لازم هست که صلاحیت سازمان بورس نسبت به اشخاص دیگر در تسری پیدا کنه و توسعه پیدا کنه، یا اینکه خیر، در یک حد معقولی صلاحیت مقام ناظر اونجا توسعه پیدا کرده بود. عرض شود حضورتون که بحث درجه بندی مجازات های انضباطی اونجا دیده شده بود، تفکیک صلاحیت بین سازمان و تشکل های خود انتظام در رسیدگی به تخلفات انضباطی اونجا دیده شده بود، مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی، مباحث مربوط به نحوه رسیدگی به جرایم و مجازات ها و تعریف جرایم بورسی اونجا تدقیق شده بود، شورای ثبات مالی اونجا دیده شده بود، و حالا مباحثی مربوط به مالیات نقل و انتقال، در واقع معافیت مالیاتی مربوط به بازار سرمایه اونجا دیده شده بود. بنابراین به نظرم اینه که در حوزه اون پیشنویس شاید از لحاظ پرداختن به ضرورت های بازار قوی تر بود، اگرچه همچنان نقص داشت، یعنی نواقصی که اینجا ما داریم میگیم بعضیش به اون پیشنویس هم وارده. منتها در حوزه حقوقی که من خودم میخوام عرض کنم، میدونید که ما سه تا حوزه داریم: بحث تخلفات، بحث اختلافات، بحث جرائم. هر سه تا این حوزه ها به شدت نیازمند اصلاحه. در حوزه تخلفات ما یه نوعی ابهام در صلاحیت رسیدگی بین سازمان بورس و تشکل‌های خود انتظام داریم. هنوز ما نتونستیم اون قدرت رو پیدا کنیم که به تشکل‌های خود انتظام، یعنی سازمان در واقع شرکت‌های بورس و کانون‌ها، این اختیار رو بدیم که به تخلفات ارزشون رسیدگی کنن به طور دقیق. این ابهام در اگرچه قانون فعلی این ظرفیت رو داره، هنوز ما این قدرت رو نتونستیم داشته باشیم. در حوزه اختلافات، هیئت داوری ما آرایش قابل تجدید نظر نیست. یعنی شما وقتی آرا رو ملاحظه می‌کنید، بعضی از آرا به شدت نقص داره، ولی به دلیل اینکه قابل تجدید نظر خواهی نداره، حقوق محکومان علیه رو اونجا تضییع می‌کنه و همچنین آیین دادرسی مدونی نداره. یعنی اگر توی هیئت داوری شما مراجعه کنید و در واقع رسیدگی کنندگان حقوق خواهان یا خوانده رو نقض کنن، شما دستتون به جای بند نیست. این موارد نیاز به رسیدگی داره. در حوزه جرائم هم که ما به شدت مشکل داریم، هم تو بحث تعریف جرائم، حدود جرائم، نحوه رسیدگی به جرائم، نقش سازمان در جرائم و تعارض منافعی که در رسیدگی به جرائم وجود داره، اینها همش نیازمند اصلاح است. بنابراین از این جهت عرض کردم که این حوزه‌ای که حالا خودم دارم کار میکنم، به نظر میرسه که اصلاح قانون از این جهاتی که عرض کردم ضرورت پیدا میکنه. خب خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. اگر مهمانان عزیز موافق باشن، از مقدمات عبور کنیم و کم کم وارد متن طرح اصلاح قانون بازار سرمایه بشیم. در این قانون موارد مهمی طرح شده که از جمله اونها میتونیم صحبت‌ها و نکاتی که
مهمان‌های عزیز هم به اون اشاره داشتن رو دوباره مرور بکنیم و راجبش بحث بکنیم. در ادامه جلسه من از آقای دکتر نمکی دبیر انجمن مالی ایران هم می‌خوام که وارد بحث ما بشن و از نظرات ایشون هم استفاده بکنیم، نکاتی رو مد نظر داشتن که در خدمت ایشون هستیم. سلام، وقت شما بخیر. منم خدمت همه عزیزان عرض ادب و احترام دارم. اولا تشکر میکنم از آقای دکتر صدوندی و آقای دکتر حسینی که لطف کردند در جلسه حضور داشتند. من چون گوش میکردم فرمایشات آقایون رو، خواستم موضوع رو ببریم به سمت اتفاق واقعی که داره در این پیشنویس افتاده. اولا خب باید بپذیریم که این پیشنویسه و فعلا تبدیل به قانون نشده. فرصت این رو داریم که نظرات اصلاحیمون رو برای این قانون پیشنهاد بدیم برای نهایی شدنش. اما حالا محورهای اصلی که شاید تو این قانون نیاز هست روش، یعنی تو این پیشنویس قانون نیاز هست روش عمیق بشیم، شاید از اینجا شروع کنیم. یک، اصلاح خود شورای عالی بورس، ساختار شورای عالی بورس، که حالا یکی یکی میتونیم اینا رو تا آخر یه بار بریم یک دو سه و برگردیم یکی یکی اینا رو بحث کنیم. یکیش پس اصلاح خود قانون شورا، ساختار شورای عالی بورس و همون نکته که آیت‌الله سعدوندی فرمودن مبنی بر ترکیب اعضا و حضور رئیس سازمان بورس در هیئت دولت و مباحثی که تو این رابطه مطرح میشه. موضوع دوم بحث توسعه سواد مالی در کشور به دلیل اهمیتش. ما هم توی ماهنامه بورس اوراق بهادار تهران یه شماره ویژه، شماره اخیرمون در آذر ماه 1400 رو اختصاص دادیم به موضوع توسعه سواد مالی به عنوان یک پیش نیاز برای حضور در بازار سرمایه به دلیل اهمیت موضوع، که توی پیشنویس قانون هم کم و بیش به این تمرکز شده. پیشنهاداتی آمده از جمله این که قسمتی از تخلفات توی مرجع قانونی تبدیل بشه به پشتوانه برای حمایت از توسعه بازار سرمایه و توسعه سواد مالی، و بخشی از منابع مختلف را از جای مختلف سعی کرده هدایت کنه به این قسمت. خب این نکته مهمی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مکلف کرده به تشکیل، به نوشتن قانون توسعه سواد مالی که اون رو بتونه در زمان انشالله بتونه پیاده بکنن در کشور، و موضوعات شبیه این در رابطه با توسعه سواد مالی. موضوع بعدی که روش بحث شده در رابطه با کمک هایی است که به صندوق تثبیت میتونه بشه، که از جمله قسمتی از منابع درآمدی سازمان بورس رو لحاظ کرده برای کمک به توسعه صندوق تثبیت. موضوع بعدی که روش زوم کرده بحث حمایت از ورود کالاهای مختلف به بورس های کالایی است، از جمله بورس کالا و بورس انرژی. و بحث دیگه ای که وجود داره بحث کمک به معافیت مالیاتی شرکت هایی که دارن توی بورس و زیر مجموعه سازمان بورس فعالیت میکنن، حالا با یه تدبیری، با یه شکلی که مثلا اگر سهامشون آزادشون این مقدار باشه اینجور باید وارد شن، یا اگر کالاهاشون رو بیارن در بورس های کالایی از این مشوق ها بهره ببرن. موضوع دیگه‌ای که توی اونجا محور هست توی این اصلاحی قانون بحث صندوق پروژه و کمک صندوق پروژه میتونه به توسعه تأمین مالی کشور داشته باشه. بحث دیگه‌ای که هست بحث قانون تشکیل قانون سهامداران حقیقی است که بالاخره دغدغه‌ای بود و سالها روش بحث شده. فکر میکنم این امهات بحث‌هایی بود که شاید نیاز هست ما امروز در موردش بحث کنیم. اگر چیزی از قلم افتاد حالا بعد اضافه می‌کنیم، ولی فکر می‌کنم من چون دارم از ذهن خودم عرض می‌کنم، فکر می‌کنم اینا امهات داستان بود. حالا اگر موافق باشید ما می‌تونیم آقای دکتر صدوندی جان و آقای دکتر حسینی می‌تونیم و با محوریت جناب آقای امامی ما بحث رو اینجور ببریم جلو که روی تک تک این مباحث وارد بشیم و بگیم خیلی خب چه ضرورتی هست، آیا این میشه اصلاحش کرد، آیا میشه بهتر نوشتش، آیا میشه کمک کرد. بالاخره یه زحمتی داره در کمیسیون اقتصادی مجلس کشیده میشه، ما باید کمک کنیم به عنوان نهادهایی که هم توی موضوعات مختلف به عنوان نهاد بی‌طرف، یعنی واقعا نهاد بی‌طرف، باید کمک کنیم که این قانون بهتر نوشته بشه و به توسعه بازار مالی کشور کمک کنیم. ما از این دریچه داریم واقعا ورود می‌کنیم. من فکر می‌کنم اگر موافق باشید یک به یک جناب آقای امامی وارد این بحث‌ها بشیم. اول شروع کنیم از اون ساختار شورای عالی بورس و جایگاه رئیس سازمان می‌تونیم صحبت کنیم و بعد بریم بحث بعدی که بحث توسعه دانش مالی در کشور و سواد مالی در کشور. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای دکتر نمکی. در مورد موضوع طرح اصلاح قانون بازار سرمایه موارد رو اشاره کردن به خوبی. البته موارد دیگه هم در این قانون هست، مثل موضوع جرائم و همینطور بحث تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران
و مسائل دیگه که حالا در پیرامون اونها میخوایم اشاره بکنیم. موضوع شورای عالی بورس و اصلاح ترکیب این شورا در ابتدای صحبتامون آقای دکتر سعدوندی بهشون اشاره کردن، همینطور جایگاه رئیس سازمان بورس به عنوان سخنگوی این سازمان مطرح هست که بالاخره رئیس سازمان بورس باید به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت حضور داشته باشه یا به عنوان به حال شخصی که میتونه حرف آخر رو در نهاد ناظر بزنه مطرح هست. چگونه میشه در طرح اصلاح قانون بازار سرمایه ترکیب شورای عالی بورس رو به گونه ای اصلاح کرد که به قدرت تصمیم گیری در سازمان بورس هم لطمه نخوره و هم ضمانت های اجرایی رو افزایش بده؟ بله، به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. ببینید، یک نکته مغفولی در کشور ما هست که من در قسمت اول عرایزم خدمتتون عرض کردم و اون مسئله نظارت هست، مسئله اجرای مقررات هست. این کاملا مغفوله در کشور ما، فقط هم سازمان بورس و بازار سرمایه نیست. من مثال میزنم خدمت شما. یکی از مهمترین اصول سیاست‌گذاری اقتصادی در هر کشوری نظارت بر نظام بانکی است. واقعیت این هست که پرونده هایی که معاونت نظارتی بانک مرکزی تا کنون به انجام رسونده، حداقل در 10 سال اخیر اگر من بخوام خدمت شما عرض کنم، شاید به اندازه انگشتان دست هم نیست. آیا واقعا نظام بانکی ما سالم‌ترین نظام بانکی دنیاست؟ به نظرم پاسخ رو شنوندگان عزیز میدانند. واقعیت این هست که تمهیدات سازمانی و مقرراتی و حقوقی لازم برای امر نظارت بانکی دیده نشده. همین مسئله رو ما در بازار سرمایه داریم. شما ملاحظه بفرمایید، ببینید فعالان بازار تقاضایی داشتن که ریاست سازمان بورس در هیئت دولت حضور داشته باشه. چرا؟ برای اینکه برداشت فعالان بازار از ریاست سازمان بورس اوراق بهادار آن برداشتی نیست که فعالان بازار مثلا در ایالات متحده نسبت به ریاست SEC دارن. واقعیت این است که SEC یک نهاد نظارتی است. در ایران رئیس سازمان بورس به عنوان مسئول تعیین شاخص در واقع شناخته میشه. ببینید چقدر تفاوت دیدگاه وجود داره. یعنی این برداشت ایجاد شده از طریق مداخلات متعدد و غیر قانونی که متاسفانه در طی 30 سال گذشته در بازار سرمایه شکل گرفته. این برداشت ایجاد شده که رئیس سازمان بورس مسئول حفظ شاخص است به عنوان مثال. یعنی افراد فعال بورس داره رئیس سازمان بورس رو میفرسته در هیئت دولت که از منافع ایشون دفاع بشه. ببینید این راه رو، یعنی این در نهایت برای ما مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. بیراه است در از شما میفرمایید که رئیس سازمان بورس به عنوان متولی شاخص بیشتر معرفی میشه در دولت. بله، کاملا همینطور است. ببینید، عرض بنده این هست که شأنیت باید به سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی و به ریاست سازمان بورس باید برگرده. اقتدار ریاست سازمان بورس باید حفظ بشه. عرض کردم خدمت شما در ابتدای عرایزم که سازمان بورس باید مستقل بشود. سازمان نظارتی که تحت عنوان سازمان بورس اوراق بهادار میشناسیم باید شأنش حفظ بشه. در گذشته چنین نبوده. در گذشته مجری و ناظر یکی بودند. حالا ببینید در عمل چه اتفاقی افتاده. در عمل اینطور شده که شما اصلا پرونده نظارتی شما پیدا نمی‌کنید در سازمان بورس. مثلا در بسیاری از کشورها یکی از مواردی که در از نظر نظارتی در نهایت منجر به این خواهد شد که در میدیا و در محافل مطبوعاتی سر و صدا ایجاد کنه، استفاده از اینسایدر اینفورمیشن یا اطلاعات نهانی هست. ما در طی 30 سال گذشته چند تا پرونده داریم که افراد از اطلاعات نهانی استفاده کردن؟ من فکر نمی کنم یک موردم باشه. از اون طرف ما میبینیم که ترک فعل، پس این طرف داره ترک فعل صورت میگیره از طرف سازمان و احتمالاً دلیل این ترک فعل هم احتمالاً این بوده که تمهیدات قانونی لازم در اختیار سازمان قرار نگرفته. من برداشتم این هست که مقایسه میکنم با نظام بانکی که در اونجا هم تمهیدات قانونی لازم در اختیار معاونت حقوقی قرار نگرفته و اتفاقا نظارت کافی هم بر معاونت حقوقی نمیشود. اینجا هم همین قضیه هست، یعنی تمهیدات قانونی قرار نمیدیم. بعد سازمان بورس اون وقت میاد یک در واقع مجبور میشه یک نوع حجمه های مثلا سازمان داشته باشه به کل فعالان بازار. دقت میفرمایید که حالا معلوم نیست که این فعالان بازار تا چه حد مقصر بودند، آیا از قانون اطلاع داشتند. ببینید، ما مثلا یک نکته رو خدمت شما عرض کنم و این قسمت به عرایزم خاتمه بدم.
ببینید واقعیت این هست که هر نوع مشاوره سرمایه گذاری بدون تایید سازمان بورس غیرقانونی است. و واقعیت دیگر این هست که تعداد مجوزهایی که به اشخاص داده شده برای اینکه مشاوره سرمایه گذاری ارائه بدهند تا امروز صفر بوده. درسته ما چند شرکت داریم که مجوز مشاوره سرمایه گذاری دریافت کردن، که این مجوزی هم که ما در ایران ایجاد کردیم یک مجوزی هست بین مشاوره سرمایه گذاری و مؤسسات اینوستمنت بانک یا مؤسسات تأمین سرمایه. یعنی در واقع ما در واقع سازمان بورس مکلف میکنیم که مجوز در اختیار افراد مطلع قرار بده که مشاوره سرمایه گذاری در اختیار بازار قرار بدن. از اون طرف هر کسی که مشاوره سرمایه گذاری در اختیار بازار قرار بده تقریبا کار غیرقانونی انجام داده. شاید بالای 99%، قطعا بالای 99% افرادی که مشاوره سرمایه گذاری در اختیار بازار قرار دادند، اینها در واقع مجوز سازمان رو نداشتن. چون عرض کردم اشخاص حقیقی مطلقاً تا حالا یک مجوز هم دریافت نکردن. این موضوع تایید صلاحیت مدیران حرفه‌ای در بازار سرمایه رو هم درگیر میکنه با توجه به اینکه در این اصلاحیه هم به این پرداخته شده. بله ببینید مسئله دیگر همین مسئله هست که باید ما بالاخره تفکیکی قائل بشیم. اگر نظارت حرفه‌ای باید صورت بگیره روی افرادی که در بازار سرمایه مدیریت مناسب مدیریتی رو به عهده دارن. چرا؟ برای اینکه بازار سرمایه با عموم مردم سر و کار داره. دقیق می‌فهمید. و این نظارت هم متاسفانه خیلی رقیق متاسفانه تا امروز اجرا شده. خیلی ممنون آقای دکتر سعدوندی. اون چیزی که من جنبندی صحبت شما در این بخش من متوجه شدم این که شما اساسا در مورد موضوع بند ماده 2 طرح اصلاح قانون بازار سرمایه و موضوعی که مطرح کردین حضور رئیس سازمان بورس در هیئت دولت اساسا مخالف هستین و اینو مغایر میدونین با قوانین بازار سرمایه. از آقای دکتر حسینی میخوام این سوال رو بپرسم و ادامه پیدا بکنه موضوع تغییر لزوم تغییر ترکیب شورای عالی بورس و اینکه ضمانت اجراش برای نهاد ناظر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس اوراق بهادار آیا قوی تر خواهد شد یا آسیب پذیرتر؟ در خصوص نظارت بر بازار سرمایه ببینید واقعیت اینه که ما الان با چند تا سوال اساسی مواجه هستیم که هنوز بهش پاسخ ندادیم. سوال اولمون این که الگوی مطلوب در خصوص نظارت بر بازار سرمایه چیست؟ آیا که اینجا دوتا رویکرد کاملا معارض و حدی باش مواجهیم. برخی به دلیل محدودیت قانون اساسیمون اصل 138 میگن ما باید به یک نهاد نظارتی کاملا حاکمیتی برسیم، چون اصل 138 میگه هر دستورالعمل هر بخشنامه یا باید به تصویب هیئت وزیران برسه یا باید به تصویب وزیر برسه. بنابراین ما نمیتونیم یک نهادی رو ایجاد کنیم در رأس هرم نظارتی بورس که صرفا متشکل از بخش خصوصی باشه. برخی دیگه بر اساس توصیه‌های حالا اون نهاد آیسکو میگن که نهاد نظارتی بر بازار سرمایه باید کاملا متشکل از بخش خصوصی باشه، یعنی دنبال یک نظام صنفی هستن مثلا کانون وکلا، منتها به این توجه ندارن که آیا این نظام صنفی آیا چه تبعاتی داره، آیا تبعات تعارض منافع رو بهش توجه کردن، آیا بحث محدودیت قانون اساسی رو بهش توجه کردن یا اینکه خیر. این پیشنویسی که الان ما باش مواجه هستیم کمی وضعیت فعلی رو به سمت اون حالت نظام صنفی یکم سوق داده، چون نقش بخش خصوصی رو سعی کرده توش افزایش بده. مثلا وقتی میگه یک نفر از کانون سهامداران حقیقی عضو شورا باشه یا عرض شود حضورتون که در واقع شرایط عمومی برای خبرگان بخش خصوصی در شورا در نظر گرفته، تا حدودی سعی کرده که مدل مطلوب رو نزدیک کنه به اون بخش عرض شود حضورتون که بخش نظام صنفی. منتها این مشکل اینجا همچنان مواجهه که ما میدونیم که شورای عالی بورس در واقع یک شورا در وضعیت فعلی یک شورای مشورتی برای وزیر اقتصاد محسوب میشه، چون وزیر اقتصاد میتواند مصوبات شورای عالی بورس رو تایید نکند و با این روش سعی کردن که اصل 138 قانون اساسی رو رعایت کنند. دنی پیشنویس که این موضوع حذف شده آیا بعداً به تواتش فکر کردن که آیا شورای نگهبان این رو ایراد خواهد گرفت یا خیر؟ برامون نشون میده که به این سوال اصلی ما هنوز جواب داده نشده، یعنی مطالعه ما نمیبینیم که مزایا و معایب رو فهرست کنه هر دو تا مدل رو به یک مدلی برسه. نکته دوم اینه که آیا ما سوال دوم آیا ما با یک مدل دو سطحی میخوایم اداره کنیم بازار سرمایه رو، یعنی شورای عالی بورس به عنوان نهاد بالاسری باشه و سازمان بورس نهاد تقریبا نزدیکتر به اجرا باشه کمان که الان هست. اگر این رو میخوایم همچنان حفظ کنیم
خب مرزهای صلاحیت بین شورای عالی بورس و سازمان بورس رو چطور تعیین کردیم؟ کما اینکه همین الان شما برخی از دستورالعمل‌ها رو می‌بینید که به تصویب شورای عالی بورس رسیده، برخی به تصویب سازمان رسیده، در صورتی که هیچ کدوم از یعنی سازمان هم میتونست دستورالعمل رو تصویب کنه، یعنی این مرزها همچنان مبهم باقی مونده، یا در همچنان در صلاحیت مقررات گذاری سازمان بورس همچنان ابهام وجود داره که سازمان بورس که متشکل از 5 عضو از بخش خصوصی و غیر دولتی است، آیا میتواند در نظام حقوقی کشور مقررات گذاری کند یا خیر؟ این سوالات بهش پاسخ داده نشده، یا اینکه ما به یک مدل در واقع یک ناظری میخوایم برسیم، یعنی کلا شورای عالی بورس رو کلا حذف کنیم و فقط سازمان بورس باقی بمونه. خب وقتی پاسخ داده نمیشه، این ابهاماتی که آقای دکتر صدوندی آقای دکتر نمکی فرمودن همچنان باقی میمونه. سوال اساسی دومی که وجود داره در حدود در واقع در این بحثی که من اسمش رو میذارم حکمرانی بر بازار سرمایه، نحوه دخالت دولت در بازار هست که در جای جای این پیشنویس ما در واقع این ابهام رو میبینیم که مشخص میشه که ما یک مدلی نداریم، یک نظری نداریم که اقتصاددانان در واقع اقتصاددانان معتبری به پشتوانه نظرشون این پیشنویس رو تقویت کنن که حدود دخالت نهادهای ناظر در بازار رو تعیین کنن. مصادیقش رو من عرض میکنم. مثلا مثالی که آقای دکتر صدوندی فرمودن کاملا مثال درستیه. آیا لازمه که سازمان بورس در همه روابط در واقع خصوصی قراردادهای خصوصی افراد دخالت کنه و اونها رو تحت کنترل در بیاره؟ مثلا کسی که در یک قرارداد خصوصی داره سبدگردانی انجام میده و این سبدگردانی ضرری به کلیت بازار نمیزنه، در حد خیلی محدودیه، یه قرارداد خصوصی بین خودشون نشستن نوشتن، آیا لازمه سازمان دخالت کنه؟ سوال این سوال اول. سوال دوم اینه که آیا لازمه که همه حوزه های خرد در بازار رو تحت کنترل خودش در بیاره؟ مثلا ماده 38 اون در واقع پیشنویس دوم رو شما ملاحظه میکنید، گفتن آموزش در بازار سرمایه صرفاً از طریق رعایت آیین‌نامه‌ای هستش که تصویب هیئت وزیران میرسه. آیا اصلا نهاد ناظر میتواند تا این حد دخالت کنه؟ آیا لزومی دارد و آیا شدنی هست یا اینکه خیر؟ کمی که شما الان مشاهده میکنید پرونده های حقوقی رو اگر یک مطالعه آماری انجام بشه شما یه حالت کاریکاتوری میبینید، یعنی میبینید که تعداد پرونده هایی که به روابط خصوصی در واقع قرارداد خصوصی بین افراد پرداخته شده به شدت متعدده، ولی اون حوزه های کلان تحت کنترل قرار نگرفته. این نشان میده که یک فکر و یک ایده پشتوانه دخالت نهاد ناظر در بازار نیست. نکته سوم که میخوام بهش اشاره کنم اینی که خب ما هر وقت که داریم در مورد نهادهای حاکمیتی نظر میدیم چند تا اصل رو باید در موردشون رعایت کنیم. یکی اصل شفافیت. آیا این پیشنویس شفافیت سازمان بورس، شفافیت شورای بورس افزایش داده یا نه؟ خب انتشار صورت‌های مالی سازمان کار خوبی بودش که توسط رئیس قبلی سازمان انجام گرفت و در این پیشنویس هم بهش اشاره شده. منتها آیا صرفاً انتشار صورت‌های مالی کفایت می‌کنه برای شفافیت؟ به نظر من خیر. مشکل اصلی که در حوزه بازار سرمایه وجود داره مقررات متعدد به شدت مزاحم و به شدت مبهمی هستش که فعال بازار رو سردرگم می‌کنه و این یک اقتدار نانوشته ای رو به اون کسی که در واقع اون در نهاد ناظر هست به اون میده که در واقع برخورد سلیقه‌ای داشته باشه و همچنین عرف ها و رویه هایی در داخل خود نهاد ناظر شکل گرفته که فعال بازار با این عرف ها و رویه ها مواجه هست. این عرف ها و رویه ها تا وقتی که ما شفاف سازی نکنیم همچنان در واقع اون اصول حاکم بر عملکرد یک نهاد مناسب همچنان مخفوله. نکته دوم و نکته دیگر در باب این قواعد حاکم بر حکمرانی بحث پاسخگویی نهاد ناظره. ببینید الان در قانون فعلی تصمیمات سازمان بورس یا در شورای عالی بورس قابل اعتراضه، یا باید ببرید دادگاه عمومی اونجا بهش اعتراض بکنید. در هر شورای عالی بورس که به دلیل تعارض منافعی که وجود داره و عدم اطلاعات کافی که وجود داره از نهاد در واقع سازمان بورس نمیتونه به این رسیده کنه، ما عملا هم عمل کردی نداشته همچین حکمی. این موضوع مجددا حالا تو این پیشنویس هم تکرار شده. در دادگاه عمومی هم که شما میبرید عملا قضات تخصص کافی در حوزه بازار سرمایه رو ندارن و عملا پاسخگویی سازمان بورس در حوزه تصمیماتی که میگیره، تصمیمات منظورم مثلا شما میرید یه مجوزی رو درخواست میکنی، سازمان بورس علارغم اینکه یک مقرره وجود داره برخورد سلیقه‌ای میکنه و مجوز رو نمیده.
این پاسخگویی در این پیشنویس بازم رعایت نشده و من خودم پیشنهادم این بودش که تصمیمات سازمان بورس مثل بسیاری از نهادهای عمومی غیر دولتی مثلا شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، تصمیماتش بتواند در دیوان عدالت اداری در یک شعبه تخصصی مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیره. نکته نهایی که وجود داره در باب حکمرانی بحث تعارض منافع بین خود نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارته. آیا نهاد ناظر که داره کار حاکمیتی انجام میده، حالا اگرچه ما اسمشو میذاریم مایت نهاد عمومی غیر دولتی، اما واقعا داره کار حاکمیتی انجام میده، نظارت بر بازار سرمایه کار حاکمیتیه، از موضع اقتدار داره این کار انجام میده، آیا هم خودش میتونه وارد حوزه اجرا بشه، شرکت تاسیس کنه، در شرکت هایی که تحت نظارت هستن سهامدار باشه؟ آیا این تعارض منافع ایجاد میکنه یا اینکه خیر؟ به نظرم بحث تعارض منافع هم در حوزه بحث نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت به دقت کافی در این پیشنویس دیده نشده. نکاتی بودش که حالا به نظر میسید خدمتون هست. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی از مطالبی که مطرح کردین. شما در صحبتاتون اشاره کردین به بحث آموزش. اگر اجازه بدید ما در موضوع طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به موضوع توسعه دانش مالی هم بپردازیم. در این طرح چند تا ماده واحده مشخص هست که از محل‌های گوناگون برای تأمین هزینه‌های توسعه دانش مالی به کار گرفته شده. ما می‌خوام ببینیم که در قانون اساساً، حالا اگر به طور مشخص از آقای دکتر سعدوندی بخوام بپرسم، چه ایده و یا مدل توسعه‌ای در لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه برای توسعه دانش مالی میشه استفاده کرد که بر اساس این قانون هم به هر حال میشه اون رو اشاره داد به کل بازار سرمایه؟ بله، این هم نکته بسیار مهمی هست. من اول اجازه میخوام یک مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما شاخصهایی داریم در مورد اینکه در واقع رتبه کشورهای مختلف از نظر سواد مالی و هوش مالی در چه سطحی است. من دقیقاً الان نمیخوام اشاره کنم که وضعیت ما چگونه هست، ولی وضعیت مناسبی قطعاً نداریم. حالا چرا وضعیت مناسبی نداریم؟ یک نکته این هست که در کشورهای پیشرفته حتی از مقطع قبل از دبستان آموزش سواد مالی رو شروع می‌کنند. در دبستان راهنمایی دبیرستان، البته خیلی وقتا دبستان و دبیرستان دارن، و در دانشگاه در رشته‌های مختلف و به صورت آموزش‌های آزاد افراد می‌آموزند چگونه ثروت آفرینی کنند. افراد با اصول سرمایه‌گذاری آشنا می‌شوند. افراد متوجه می‌شوند که سرمایه‌گذاری یک علمه، باید آموخت. خب این چرا مهمه؟ خیلی این مهمتر از شاید بقیه آموزشام شاید باشه. به خاطر اینکه برخی از مباحث مربوط به سرمایه گذاری، مباحث مالی و مباحث اقتصادی کانتر اینتیوتیو هستند. یعنی ضد شهودی هستند. یعنی اگر شما بر اساس برداشت خودتون بخواید تحلیل کنید، ممکنه که رفتار دیگری رو نشون بدید. و اگر که جامعه حاصل رفتار کل جامعه رو شما در نظر بگیرید که حاصل اجتماع تک تک افراد هست، اون وقت میبینید که یک جامعه میتونه منحرف بشه و به سمتی برسه که سلف دیستراکتیو باشه، یعنی خود نابود کننده باشه. نمونه مشخص رفتاری که سهامداران ما در طی 2 سال گذشته داشتند، چه در جهت حرکت احساسی و هیجانی رو به صعود و چه در جهت حرکت احساسی رو به سقوط و فروش همگانی مثلا سهام، ببینید همه اینها یک سری رفتارهای حاصل از احساس هست که به دلیل نداشتن سواد مالی متاسفانه ایجاد شده. بنابراین در اهمیت موضوعی شکی وجود نداره. اما نکته اینجاست که وظیفه سازمان بورس چیست؟ اگر در این قانون می آمد که سازمان بورس اوراق بهادار یا شورای عالی بورس موظف هست که مقرراتی رو تنظیم کنه که افراد و شرکت هایی که بنا هست آموزش در زمینه فعالیت های بازار سرمایه داشته باشند یا آموزش سرمایه گذاری داشته باشند، باید به عنوان مثال مجوزی رو دریافت کنند. من مشکل خاصی با این قضیه نداشتم، به خصوص که بازار سرمایه ما مملو هست از آموزش های فیک، یعنی آموزش‌هایی که از اساس اصلاً واقعیت خارجی نداره، از اساس با اصول علمی در تعارض و تضاد قرار می‌گیره. بنابراین اینکه باید فضای آموزش بورس و فضای آموزش سرمایه گذاری بره به سمت ریگوله شدن، بره به سمت مقررات گذاری، در این مسئله شکی وجود نداره. ولی اینکه ما بیایم بودجه تخصیص بدیم که این بودجه حالا به افراد خاصی برسه که اون افراد خاص یا اون مجموعه های خاص یا خود سازمان متولی آموزش بشه یا حتی نهاد بالاتر یا پایین‌تر، فرقی نمی‌کنه، این مشکل زا خواهد بود.
برداشت بنده این هست که باید سازمان بورس، شورای عالی بورس با یک در یک تعاملی با دولت، با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مثال، در یک تعاملی در واقع حرکت کنند به سمت اینکه آموزش‌های رسمی در زمینه اقتصاد، در زمینه مالی و در زمینه سرمایه‌گذاری در مدارس ما و در دانشگاه‌های ما جا بیفته و باید آموزش‌های آزاد مالی در ایران تقویت بشه. با اینکه ما بخشی از بودجه را از یک جای برداریم، بخشی از درآمدها رو تخصیص بدیم به اینجا، به هیچ جایی نخواهیم رسید. مثل شورای تثبیت، شورای توسعه بازار که اگر فرصت باشه در آینده خدمت شما صحبت میکنم که اینها نقش چندانی در بهبود شرایط بازار نخواهند داشت. خیلی متشکرم آقای دکتر سعدوندی. آقای دکتر نمکی در این زمینه ازشون خواهش می‌کنم نظرشون بدن. آیا اساساً با نظر آقای سعدوندی موافق هستین؟ خیلی ممنونم آقای دکتر از فرمایشتون. فقط باز میخوام برگردم به متن، به یه خورده اون متن بیشتر تمرکز کنیم. واقعیت همون فرمایش شماست که بله، ما نیاز به توسعه سواد مالی به عنوان یکی از شاید شاه کلیدهای توسعه بازار سرمایه باید بهش تمرکز بشه. خب بالاخره قانونگذار هم حالا بپذیریم تو این طرح، تو این پیشنهاد، تو این پیشنویس این رو دیده، سعی کرده با ذهنیتی که بوده یه چیزی رو بنویسه. ما اگر موافق باشید روی اون یه بحثی با هم داشته باشیم، روی اون بندهای اون. فکر میکنم همونطور که آیه امامی فرمودن، ماده 5، ماده 6 و ماده 7ش، بخشی از ماده 7ش ناظر به این داستانه. تو ماده 5 خب اشاره میکنه که بایستی برای این داستان بودجه دیده بشه، 10% از کارمزد معاملات سازمان برای یه حسابی رو طراحی میکنه به نام حساب، فکر میکنم اندوخته فرهنگ سازی. و بعد هم توی ماده 7 اشاره میکنه به اینکه طراحی این که کسانی که میخواهند در بازار سرمایه به شکل مجازی، در فضای مجازی بازار سرمایه حضور داشته باشند، بایستی یک قانونی رو سازمان بورس با همکاری شورای عالی فضای مجازی فکر میکنم طراحی کنند و اگر تخلفی شکل گرفت 50% از پول حاصل از اون تخلف بره به حساب توسعه فرهنگ سازی و توسعه دانش مالی، 50% هم بره به صندوق تثبیت. و بعد ماده 6 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخونه‌اش رو مکلف میکنه به اینکه برن به سمت نوشتن قانونی که بتواند حمایت کنه از توسعه دانش مالی. خب واقعیت اینه که ما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در فصل سوم بند 2 به صراحت میگیم که، یعنی آمده است که بالا بردن، یکی از وظایف دولت رو دیده، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در تمام زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. خب این صراحت قانون هم هست. ما دیگه قانونی که بالاتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی نداریم که در کشور، قانون هم ما رو مکلف کرده. یعنی این پیشنهادی که در پیشنویس آمده یک جورایی سعی کرده خودش رو به نظر بنده هم راستای با قانون اساسی هم حتی ببینن. خب ما اگر موافق باشین آقای دکتر و آقای دکتر حسینی، ما روی این ساختار فکر کنیم. خب اینی که روح حاکم بر نوشتار اینه که بله، دولت بایستی ورود کنه، حمایت کنه. این کاملا حرف درستی است. خود قانون اساسی هم دولت رو مکلف کرده، یعنی این پیشنویس هم داره در اون چارچوب حتی میشه گفت داره کار میکنه. اما شاید جای انجمنها، کانونها و کسانی که بالاخره در این سالهای مختلف زحمت کشیدن برای توسعه دانش مالی کشور و سواد مالی مردم شاید خالی باشه، شاید یه جورایی باید اونا رو هم تو این پیشنویس اضافه کرد. من روی کردم کلن به این پیشنویس اینه که کمک کنیم که ارتقا پیدا کنه، کمک کنیم اگر جایی واقعا کم و کاستی میبینیم با نگاه اشکال نداره منتقدانه، ولی به سمت اصلاح و تصحیح بریم. اگر فکر میکنید تو این قالب، تو این متن میشود پیشنهادی اضافه کرد، بفرمایید. چون واقعیت هر زمانی که یک بحرانی در دنیا اتفاق میفته، بعد اون بحران همه یادشون میفته که آقا بالاخره سواد مالی هم مهمه و بریم دنبال توسعه سواد مالی. تو امریکا هم بعد از بحران 2008 و 2009 توی اون داستان فرانک دات شروع کردن به نوشتارهایی از این جنس که آقا بالاخره سواد مالی مهمه، باید روش تمرکز کرد و قانون رو به این سمت هدایت کرد. ما هم الان توی دوره‌ای هستیم که 2 سال اخیر همونجوری که شما فرمودید فراز و فرودهای بسیار خاصی داشتیم در بورس. یعنی زمان بورس میرفت بالا، همه خوشحال بودن. ما کسایی داشتیم آقای دکتر که استاد دانشگاه بودن و توی بورس ضررهای خیلی هنگفتی کردن. یعنی پس کسی که در
بازار سرمایه فعال هست لزوما ربطی به مدرک دانشگاهیش نداره. یعنی ممکنه شما مدرک دانشگاهی خیلی بالایی هم داشته باشید ولی نتوانید دانش و سواد مالی خوبی داشته باشید. میخوام بگم که چه کنیم. یه قسمتش همینه که شما فرمودید که ما بله کودکان رو بایستی از حتی سنین قبل از دبستان هم برشون سرمایه گذاری کنیم. کودکی که امروز داره با ابزار فناوری اطلاعات داره خیلی راحت داره ورود میکنه و خیلی سریع یاد میگیره، چه اشکال داره که ما کمکش کنیم که دانش دخل و خرج و مصرف رو هم یاد بگیره. که توی این پیشنویس بالاخره رولی هم برای وزارت آموزش پرورش دیده شده است، یعنی توی اون کانسپت هاشون اسمی از آموزش پرورش هم آمده است. آموزش عالی مشخصا اسم برده شده، وزارت فرهنگ اسم برده شده. من فکر میکنم اگر موافق باشین توی این پیشنویس با توجه به این سه تا ماده و مخصوصا ماده 5 و ماده 6 که تکلیف روشن میکنه برای قانونگذار، برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی حوزه فرهنگ کشور تا حد زیادی روی این صحبت کنیم اگر موافق باشین. حالا هم جناب عالی هم آقای دکتر حسینی لطف کنین کمکمون کنین که اینجا رو واقعا با نگاه اصلاحی بتونیم انشالله پیشنهاد بدیم. خیلی ممنونم. آقای سعدوندی شما بفرمایید. بله من خدمتتون عرض کردم نفس این که در قانون به مسئله سواد مالی و آموزش مباحث مالی توجه شده، این به نظر من بسیار مثبت هست. البته ما هم در زمینه آموزش مالی و سرمایه گذاری و سواد مالی دوچار مشکل هستیم، هم در زمینه آموزش اقتصاد دوچار مشکل هستیم. جناب آقای دکتر نمکی، من خاطرم هست که یک زمانی من در خارج از کشور بودم، یک خانواده ایرانی از من خواستن که به فرزندشون که در سطح دبیرستان بودن آموزش اقتصاد بدم. بعد من رفتم منزل اینها و اینها گفتن که ایشون درس اقتصاد داره و خیلی مشکله. من واقعا کتابی که دیدم که این در واقع این فرد در دبیرستان مشغول مطالعه بود، باور بفرمایید که بسیاری از اساتید اقتصاد ایران شاید اون مطالب رو ندونند. یعنی انقدر این کتاب به روز بود، انقدر پیشرفته بود این کتاب. آموزش‌های مالی و آموزش اقتصادی نقش مستقیم داره در توسعه اقتصادی کشور. دقت می‌فرمایید. نکته این مهمی که جناب آقای دکتر نمکی اشاره فرمودند و من فراموش کرده بودم و اینجا روش تاکید می‌کنم، نهادسازی است. یعنی مثلا سازمان‌هایی که باید تشکیل بشه و مثلا انجمن‌هایی که باید به وجود بیاد و اگر از این انجمن‌ها و سازمان‌ها حتی حمایت مالی هم صورت بگیره به نظر من خیلی ارزشمند است. به طور مشخص اگر من می‌خواستم اشاره کنم به این مسئله اشاره می‌کردم در واقع که نخبگان و خبرگان مالی حضور داشته باشن در آموزش. حالا چرا این مسئله رو من میگم باید در قانون بیاد؟ دلیلش این است که آموزش بورس متاسفانه یک بازار مکاره‌ای شده که هر کسی حضور پیدا می‌کنه. برداشت بنده این هست که بیش از 90% افرادی که در سال‌های گذشته اقدام به ارائه پکیج‌های آموزشی بورسی داشتند یا ارائه مثلا سیگنال‌های سرمایه‌گذاری داشتند، اینها هیچ گونه تخصصی در این زمینه در این امر نداشتند و این هست که ما در چنین شرایط اتفاقا قانون برای این موارده. یعنی شما می‌بینید که یک رفتارهای در واقع مخربی عمومیت پیدا میکنه، اینجا قانون باید وارد بشه و جلوی این رفتارهای مخرب رو بگیره. بنابراین توصیه اکید بنده این هست که اتفاقا من نکته مثبت این در واقع پیشنویسی که ارائه شده همین مسئله آموزش رو نکته مثبت میبینم. فقط نگرانی که دارم دو تا نگرانی است. یکی اینکه افراد بی صلاحیت وارد نشوند. من مثال میذارم خدمت شما، چند سال گذشته چند تا برنامه آموزشی تلویزیونی ما داشتیم که افرادی در این برنامه ها شرکت کردن که مطلقاً صلاحیت اظهار نظر نداشتن. یعنی افراد باید تحت دکتر معیار صلاحیت منظورتون چیه؟ ما تو همین قانون بحث صلاحیت مدیران حرفه‌ای هم داریم. در همین زمینه اگر بخوایم از همین عبارت به قولی وام بگیریم، بحث تایید صلاحیت منظورتون چیه؟ آیا گواهینامه‌های حرفه‌ایه چی هست؟ بله ببینید، من میگم که باید خیلی فراخ باشه. دقیق می‌فرمایید. یعنی اگر افرادی تجربه دارند آموزش در زمینه مثلا اصول سرمایه گذاری و آموزش مالی دیدند، خب بتوانند آموزش هم ارائه بدهند. اما نه کسی که مطلقاً آشنایی نداره با این مباحث و این فرد میاد به عنوان خبره و نخبه، نه فقط خودش بلکه یک جمعی از افرادی که همه همسو هستند و همه مطلقاً صلاحیت حرفه‌ای ندارن، این افراد الان در بحث آموزش کشور حضور دارن. من مثال میزنم خدمتشون، ما در زمینه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و مالی دو تا مدرک معتبر در دنیا داریم، یکی CFA هست، یکی FRM هست. خدا رو شکر که تعدادی از جوانان نخبه کشور هم تونستن این مدارک رو دریافت کنند.
چند نفر از افرادی که مدارک بین المللی CFA و FRM رو دریافت کردند در بازار مکاره آموزش سرمایه گذاری حضور داشتند؟ به باور بنده بسیار اندک، شاید هیچ. دقت می‌فرمایید؟ پس این یک نگرانی است که افرادی که صاحب صلاحیت نیستند در نهایت بازار رو به دست بگیرن. این نکته اول هست. نکته دوم هم این هست که به جای اینکه سازمان‌های خصوصی، در واقع نهادهای متشکل از نخبگان در مدیریت این با در واقع این بازار آموزشی رو به عهده بگیرند، خود سازمان بورس یا نهادهای دولتی وارد بشوند و در این زمینه در واقع انحصار به وجود بیاورند. این مشکل بزرگی است. من توصیه دیگری دارم، البته نمیدونم به این صورت در قانون ذکر شده یا نه، ولی توصیه بنده این هست که این مسئله که از آموزش از دبستان تا دانشگاه آموزش، من توصیه‌ام این است که حتما آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصاد حتما گفته بشه. چون یک نمونه مثلا خدمتتون عرض کنم، من در دانشگاهی که در امریکا درس می‌خوندم تقریبا تمام رشته‌ها در سال اول دو تا درس، یک درس اقتصاد خرد و یک درس اقتصاد کلان داشتند، تقریبا تمام رشته‌ها. دقیقاً می‌فهمید؟ شما معتقدین که اینجا در این بازار اگر کسی متولی آموزش هست هم اقتصاد سنجی بدونه هم نه، اقتصاد سنجی نه. ببینید، اقتصاد سنجی یک مبحث تخصصی کار با دیتاست. دقت می‌فرمایید؟ ولی مباحث عمومی تحلیل اقتصادی، مباحث عمومی تحلیل سرمایه‌گذاری و تحلیل مالی به باور بنده باید یک آموزش گسترده، دقیقاً مثل واکسیناسیون. مگر کرونا نیامد بحران ما پیدا کردیم؟ بحران کرونا با واکسیناسیون ما سعی کردیم شروعش بگیریم دیگه و موثر بود دیگه. همین مسئله رو ما باید، راه مقابله با بحران‌های بورسی آموزش سرمایه گذاریه. شما می‌بینید برخی از کشورها خیلی بهتر عمل می‌کنن. کشورهایی ما داریم که بازار بورسشون 20 سال 30 سال سقوط نداشته. اینا به خاطر اینکه رفتار عموم جامعه معقول‌تره، علم بالاتری به کل جامعه، دانش بیشتری به کل جامعه تزریق شده. خیلی متشکرم آقای دکتر سعدوندی از مطالبی که اشاره کردین. آقای دکتر نمکی در مورد مباحثی که آقای سعدوندی بهشون اشاره کردن، مطلب بسیار مهمی رو عنوان کردن که در بحث توسعه دانش مالی میتونه مد نظر قرار بگیره. نظر شما اساساً در خصوص بحث الزامات توسعه دانش مالی در طرح اصلاح قانون بازار سرمایه چی هست؟ خبره مالی اساساً مجوز آموزش داشته باشه یا نه با یک سری الزامات مثلا به یک نهاد یا ارگان حاکمیتی یا مثلا صدا و سیما اون هم میتونه متولی آموزش باشه؟ خب خیلی ممنونم آقای دکتر از فرمایشاتتون. من میخوام از اینجا از این فرصت استفاده کنم، از این اتفاقی که افتاد. واقعیت اینه که به نظر شخص من آقای دکتر، آموزش است و یا توسعه سواد مالی، همونطور که اسمش روش هست و شما مستحضرید، فراتر از بازار سرمایه است، همونطور که شما هم فرمودید. یعنی من فکر میکنم که ما حتما باید کودکانمون، حتما بایستی نوجوانانمون و افراد حتی تحصیل کردمون، همونطور که عرض کردم، حتما و حتما فارغ از فقط بحث بازار سرمایه بقیه موضوعات رو هم آموزش ببینن در حوزه اقتصادی و شاید اینکه بتوانن استفاده کنن از ظرفیت‌های و دانش مالی برای زندگی بهتر اقتصادی شاید این هدف مهمی است. به همین دلیل من حالا از فرصتم استفاده میکنم، ما توی ماهنامه بورس که من افتخار دارم سردبیرش هستم، ما یک شماره ویژه رو برای توسعه دانش مالی گذاشتیم و توی اون سرمقاله من نوشتم، پیشنهاد دادم که شاید یکی از موضوعات اینه که ما میتونیم یک شورای راهبری توسعه سواد مالی داشته باشیم. این شورا با کارکرد واقعا شورا که ترکیبی از بدنه دولتی باشد، که همونطور که بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل سومش تأکید میکنه بر اهمیت آگاهی بخشی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم، که یکی از اون آگاهی در حوزه اقتصادی است، میتواند با محوریت وزارت اقتصاد و ارگانهای مهم دولتی باشد. کنار اون اتفاقا استفاده کنیم از ظرفیت کانونها، انجمنها و نهادهایی که اینها بیایند و کمک کنند به توسعه دانش مالی، چون واقعا یک بخش از این توسعه دانش مالی شاید یک کسب و کار درآمدزا باشد، ولی واقعیت همه ماها نیازمند اینیم، فارغ از درآمدزایی، برای یک ارگانی که میخواد یک برنامه ای رو اجرا کنه که اثراتش در زندگی طبیعی و اجتماعیمون خواهیم دید. برای همین حتما استفاده از ظرفیت انجمنها، انجیوها و
کانون ها هم کمک خواهد کرد. من این پیشنهاد میخوام به نظر شما در مورد این پیشنهاد بدونم و این رو بذارم به بحث که آیا شما موافقید که ما یک شورای طراحی کنیم به نام شورای راهبری توسعه سواد مالی. البته باید بدانیم که این قانون قانون ناظر بر فعالیت در بازار سرمایه است. البته می شود کنار اون با مصوبه، چون مصوبه مجلس احتمالاً خواهد خواست، مصوبه مجلس خواهد گرفت و دولت باید همراهی کنه، می شود یه خورده فراختر هم دیدی، یه خورده امکانات بیشتری هم به این قانون اضافه کرد. برای همین شاید این رو بشه بزرگتر دید و فراتر از فقط بازار سرمایه دید. یعنی از ارکان مهم تصمیم تأثیرگذار و تصمیم گیری در حوزه مالی کشور در اینجا باشند. شبیه چیز شبیه همون شورای عالی بورس، منتها شکل و شمایلش تو همین قانون باشه که بیاد حتی مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کمک کنه، قانون بنویسه، آموزش پرورش هم توش دیده بشود. و این رسالت اصلی شاید دولت و نهادها و NGOها توسعه دانش مالی رو تو این قالب ببینیم که شورای باشد شامل همه این دوستان. و حالا چیکار بکنه این شورا؟ مثل بقیه شوراها واقعا نقش شورایی داشته باشد، یعنی بیاید برای خودش وظایفش رو مشخص بداند که میخواد چیکار کنه. ما توی بازار سرمایه مثلا یه چیزی داریم به نام، فکر اسمش دقیقش حالا خاطرم رفته، که میاد مجوز میده برای برگزاری دوره ها. مثلا میگه دانشگاه فلان میتواند این دوره رو برگزار کنه، دی بی ای، ام بی ای بازار سرمایه و از این چیزا. فکر کنم شورای کمیته راهبری آموزش، حالا فرمودن کمیته راهبری آموزش. خب این فقط محدود به یک دنیای بورس و مجوز برگزاری دوره هایی است که بعد این سرتیفیکیت ها باعث میشه که مثلا شما در فعالیت در بازار سرمایه یه سری امتیازات داشته باشید. من پیشنهادم اینه که یه خورده از این فراتر ببینیم و یه خورده بزرگتر ببینیم. شاید اینجا جایی باشه که بتوانیم در محمل این قانون این رو بنویسیم که شورای توسعه‌ای باشد برای سواد مالی و اهمیت این سواد مالی. همونطور که عرض کردم توی دنیا هر زمانی که یک بحران اتفاق افتاده و یک ریزشی بوده، بعد از اون همه رفتن دنبال این که آقا قانون چجوری میشه اصلاح کرد که سواد عمومی رو برد بالا در حوزه و آگاهی رو برد در حوزه مالی بالاتر. شاید این فرصت خوبی است که بعد از اتفاقات سال 99 و این، شاید واقعا بپذیریم جو بی‌اعتمادی به بازار سرمایه. چون من معتقدم امروز شاید مهمترین اتفاقی در بازار سرمایه داره میفته و شاخص رو داره دچار تلاطم میکنه بی‌اعتمادی قشری از سرمایه گذارانه که بالاخره توی یک مقطعی دچار بی‌اعتمادی شدن. شاید آموزش سواد مالی و اینکه سطح انتظارات رو منطقی کنیم شاید کمک کنه به این داستان. اگر موافق باشین روی این بحث هم اگر کمک کنید که آیا فکر میکنید این میشه اضافه کرد به این قانون، یا آقای دکتر حسینی بفهمند که اصلا این ظرفیت هست که ما اینو پیشنهاد بدیم، حالا از طرف انجمن مالی ایران یا نهادهای شبیه این، پیشنهاد بدیم به قانونگذار که این رو هم اضافه کنه به متن این قانون. خیلی ممنونم. آقای دکتر حسینی بفرمایید. عرض شود که قاعدتاً با ارتقاء سواد مالی کسی مخالف نیست و اینکه دانش مالی حالا به خصوص در حوزه بازار سرمایه افزایش پیدا کنه، قاعدتاً که برنامه‌ای هستش که اگر نیاز به قانون گذاری داشته باشد باید در قانون احکامش بیاد. منتها خب من به عنوان یه حقوقی قائل به این هستم که ما قانون گذاری رو به عنوان راه آخر باید انتخاب کنیم، یعنی جایی که وقتی قانون نیاز به اصلاح داشت با ادبیات مناسب، با ادبیات محکم و ادبیات سنجش پذیر، اون وقت میام یه حکمی رو درج میکنیم. بعضی از مواد و مفادی که در این پیشنویس اومده، مثلا بخصوص در ماده 5، ماده 6 و ماده 7 از نظر استحکام حقوقی ضعیفه و بعضی از مفادش اصلا نیازی به قانون گذاری نداره. مثلا همکاری سازمان بورس و صدا و سیما، با توجه به اینکه سازمان بورس یک نهاد عمومی غیر دولتی منابع مصارفش مستقله و منابع مصارفش به تصویب شورای عالی بورس میرسه، خب در قالب یک تفاهم نامه همکاری امکان پذیره و نیاز به قانونگذاری نداره. بله شما ممکنه بگید که تبصره یک ماده 5 تخصیص میزنه بند 4 ماده 37، چون بند 4 ماده 37 قانون احکام دائمی منابع توسعه کشور، چون اونجا گفته که 1% اعتبارات همه دستگاه‌های اجرایی باید اختصاص پیدا کنه به بحث آموزش. حالا شما میخواید بگید این بحث بخش آموزش بخشیش اون وقت اختصاص پیدا کنه به آموزش بورس در بازار سرمایه. به نظر من حالا تو وضعیت بودجه فعلی چون این احکامی اصلا انحراف داره، یعنی امکان پذیر نیست، تحقق پیدا نمی‌کنه، اجرایی نمیشه، شما عملکرد
برنامه‌های آموزشی رو عملکرد این اعتبارات و دستگاه ببینید، عمدتاً به بحث مصارف و هزینه‌های جاریشون صرف میشه، عملاً به این نمیشه. از نظر اجرایی، از نظر قانون‌گذاری حالا شاید درست باشه، منتها از نظر اجرایی امکان پذیر نیست. تبصره دوش همچنین تبصره دو ماده 5 از طریق مصوبه شورای عالی بورس امکان پذیره و نیازی نداره به موضوع. ماده 6 که گفته دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سند ارتقاء دانش مالی و اقتصاد ایران را به تصویب آن شورا برساند، از نظر اینکه یک مدت 6 ماه معین کرده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاید از نظر قانونگذاری یک الزامی داشته باشه، متو اینم اجرایی نمیشه. این الزامات چیه آقای دکتر؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی رو ملزم کرده که اولا سند ارتقاء دانش مالی و اقتصادی رو مصوب کنه که محتواش هم معین نیست، ثانیا الزام و محدوده زمانی گذاشته برای شورای عالی انقلاب فرهنگی. محدوده زمانی چون ضمانت اجرا نداره اجرایی نمیشه، از نظر تجربی ثابت شده است، کما اینکه شما در قوانین آیین دادرسی بسیار مشاهده میکنید که برای اطاله دادرسی میان میگن که مثلا قاضی موظف است ظرف 3 ماه حکم صادر کنه، هیچ کدوم از اینا اجرایی نمیشه، چون با ماهیت و برنامه‌های شورا و اون حالا دادگاه این تطابق نداره. سند ارتقاء دانش مالی هم امر کلیه، خب همین الان امکان وجود داره اگر نهادی هستش که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگیه همونجا موضوع رو پیشنهاد بده و قاعدتا شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مصوب میکنه. عرض شود که نکته سوم ماده 7 که ماده خطرناکیه واقعا، چون که ببینید گفته سازمان بورس آرا و بادار مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ قانون با همکاری قوه قضاییه شورای عالی فضای مجازی دستور عمل فعالیت فضای مجازی را تاییه و تصویب شورای عالی بورس برساند. خب تا اینجا ایرادی نداره، ولی وقتی تبصره 1 میگه 50% جرایم دریافتی موضوع این ماده به حساب واریز میشه، یعنی داره میگه هر کسی از این دستورنامه تخطی کرد مجرم شناخته میشه. حالا برمیگردیم به اون سوال اولمون، آیا دولت باید دخالت حداکثری بکنه در بازار سرمایه؟ اصلا امکان پذیره در حوزه آموزش که آقای دکتر به درستی فرمودن، آیا میتوان برخورد قهری کرد با کسانی که آموزش میدن؟ اصلا تعریف محدوده آموزش چیه؟ یعنی مثلا من میام به شما میگم که آقا مثلا یه شرکت بورسی وجود داره تعریفش هم اینه، خب اینم در حوزه آموزش قرار میگیره. شاید مقصود قانونگذار از این موضوع بحث سیگنال و سیگنال فروشی هست. اگر مقصود اینه که آموزش های در واقع با سطح گسترده در قالب مثلا مؤسسات آموزشی تحت یک نظارتی قرار بگیره، خب این برخورد قهری رو نمیطلبه، برخورد تشویقی رو میطلبه. یعنی شما میگید هر کسی میخواد آموزش بگیره میتواند از سازمان بورس آموزش در بازار سرمایه از سازمان بورس هم مجوز بگیره و این امر تشویقی محسوب میشه و سازمان بورس هم حمایت میکنه، میگه اینها تحت کنترل و تحت نظارت من هستم، مردمی که میخواد در حوزه بازار سرمایه آموزش ببینید به اینها مراجعه کنید. منتها اگر رفتید به کسی دیگه مراجعه کردید صدمه دیدید و ضرر دیدید، دیگه اون مقصر خودتون هستید، بحث حالا قاعده اقدامی که توی حقوق مطرحه. اگر خلاف این ما بخوایم عمل بکنیم عملا امکان پذیر نیست، یعنی شما بخش عمده ای از کسانی که در بازار فعال هستن رو میخواید تحت کنترل خودتون در بیارید، نه مجوزدهیشون در واقع امکان پذیره، نه نظارت براشون امکان پذیره، نه اصلا سازمان بورس همچین قابلیت و توانایی رو داره، صرفا به یک بحث رانتی تبدیل میشه. یعنی شما میگید من از آقای مثلا ایکس خوشم اومد بهش مجوز میدم، از آقای ایگرگ بد اومد بهش مجوز نمیدم. بنابراین بحث آموزش رو باید این تشویقی ببینیم. این نکته منتها بحثی که شما فرمودید، ببینید اگر آموزش عنوان دیگری پیدا کرد، خب اگر در قالب آموزش مثلا کلاهبرداری، فریب، کلاهبرداری، اقوا، عملیات دستکاری بازار یا عملیات سیگنال فروشی انجام، اون یه دیگه عنوان علیحدهیه، یعنی اون عنوان دیگه یه. ما نباید آموزش رو مخلوط کنیم، یعنی باید بدونیم که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. ما وقتی در مورد سیگنال فروشی صحبت میکنیم، در مورد هر کسی در بازار میتواند سیگنال فروشی انجام بدهد. تازه خود سیگنال فروشی هم من با توجه به اینکه حالا تو حوزه از آقای دکتر سعدوندی اینا رو درس گرفتیم، تو حوزه بازار یه ذره لیبرال هستم، من میگم تو حوزه سیگنال فروشی هم شما نمیتونید مداخله حداکثری انجام بدید. اگر سیگنال فروشی منجر به دستکاری بازار بشه، تأثیر بر کلان بازار بذاره، بر تمامیت بازار بذاره، شما باید ورود پیدا کنید. ولی اگر مشاوره حداقلی سیگنال، مثلا من به شما میگم شما برو این سهمو بخر، خب اینم سیگنال فروشی محسوب میشه، یا یه مبلغی هم ممکنه دریافت کنم، منتها اگر در حد محدودی باقی بمونه، کلان بازار رو صدمه بهش نزنه، به نظر من میرسه راجع به جرم انگاری موضوع هم باید تردید بکنیم. یه نکته ای که حالا مخفول موند، بس ماده
38 قانون بازاره. ببینید اینجا بحث آموزش محول شده به آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران میرسه. خب تا اینجاش موضوع مبهمی نیست. میخوان آموزش رو ساماندهی کنن، علارغم اینکه حالا من مخالفم که اصلا میگم ساماندهی آموزش اصلا امکان پذیر نیست، باید امر تشویقی باشه. منتها آن چیزی که عملکرد سازمان بورس نشان میده این که برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تعیین برخی از مصادیق عناوین مجرمانه را احاله کردن به آیین نامه. ببینید ما بر اساس اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها این رو اشعار میکنه که هر عنوان مجرمانه، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون براش مجازات تعیین شده باشه اون میشه جرم. خب یعنی قانون هست که محدوده و مصادیق جرائم رو تعیین میکنه. این به دلیل حمایت از آزادی افراد، حقوق افراد در جامعه هست. اگر ما این تعیین مصادیق رو حالا بدیم به آیین نامه، اون وقت محدوده عناوین مجرمانه مصادیقش هی در خور تغییر میشه، در واقع تضییق یا توسعه پیدا میکنه و این اصلا پذیرفته شده نیست. اینی که ما ماده 38 رو آموزش رو ارجاع میدیم به آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران، این ابهام رو ایجاد میکنه که اگر در آیین‌نامه هیئت وزیران آمده باشد که هر کسی میخواهد در بازار سرمایه آموزش دهد باید از سازمان بورس مجوز بگیرد، آنگاه کسی که از سازمان بورس مجوز نگیرد میشه مشمول بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار که اونجا میگه هر کسی که اقدام به فعالیت بدون مجوز از سازمان بورس کند به مجازات های صدر ماده که هم مجازات حبس بیشونی شد هم مجازات جریمه نقدی که الان تو این قانون کردن درجه 4 محکوم میشه. درجه 4 یعنی اگر اشتباه نکنم فکر میکنم تا 10 سال زندان محکوم میشه، یه همچین عبارت. یعنی همچین تبعاتی داره این موضوع. بنابراین به نظرم میرسه که از نظر حقوقی لازمه که این موارد به شدت به خصوص حوزه ضمانت اجرایی کیفری به شدت یک بار دیگه ریویو بشه، بازنگری بشه. احاله تعیین مصادیق مجرمانه به آیین‌نامه همش حذف بشه. مصادیق مربوط به عناوین مجرمانه قانون فعلی به شدت تهدید و تدقیق بشه که فعال بازار بداند که با چه حقوقی در این حوزه مواجه هست. بنابراین در حوزه آموزش قائل به دخالت حد اقلی دولت هستم. دخالت هم اگه قرار انجام بشه دخالت باید مشوقانه باشه، نه دخالت قهری. در حوزه شورایی که آقای دکتر پیشنهاد کردن، به نظرم این رسی که ما تجربه‌مون نشون داده در یه زمانی که وفور درآمدهای نفتی داشتیم هی سازمان ایجاد میکنیم، مثلا سازمان اهداف مرکزی یا نا سازمان خصوصی و سازمان‌های متعدد، یا یک مدتی در مجلس به شورا احاله میشد همه امور. یعنی هر مشکلی که پیش میاد گفتن خب شورای همین شورای عالی بورس هم طبق فرموده که آقای دکتر سعدوندی فرمودن همین مشکل رو واقعا داره، یعنی ما امورمون رو محول میکنیم به شورا. ببینید شورا یکی از ابزارهاست، منتها ابزار در واقع کامل و نهایی نیستش. میتونیم راجع بهش فکر کنیم. در حوزه شورایی که آموزش در بازه سرمایه رو بخواد بیادش مدون بکنه و نظارت بکنه، به نظرم میسه که همین ما شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم و میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. نیاز به شورای جدیدی نیستش که حالا یه ساختار و تشکیلات جدیدی بخواد ایجاد بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. آقای دکتر سعدوندی، در مورد مطالبی که مطرح شد هم نظر آقای دکتر نمکی و هم آقای دکتر حسینی، نظرتون رو بفرمایید. موضوع توسعه دانش مالی موضوع بسیار مهمیه، دغدغه دولت بوده، دغدغه مجلس بوده و همینطور نهادهای فعال در بازار سرمایه که اتفاقا در زمانی که بازار با افت‌های سنگین مواجه میشه همیشه این عدم ارتقای توسعه دانش مالی متهم اصلی بوده. بله، همونطور اشاره کردم یکی از معضلات اقتصاد ایران این هست که جمهور یا عامه مردم آموزش کافی در زمینه تحلیل‌های اقتصادی مالی و سرمایه‌گذاری ندیدن و اتفاقا اینجا ما نمیتونیم در واقع امور رو به بازار آزاد موکول کنیم که مثلا 30 سال 40 سال آینده
بالاخره به تدریج این قضیه شکل بگیره، بلکه باید سیاست گذاری انجام بشود. البته توصیه بنده این هست که مجری این سیاست گذاری خیلی وقتا باید بخش خصوصی باشد. اما یک نکته در مورد فرمایشات جناب آقای دکتر حسینی من فقط می‌خواستم عرض کنم و اون این هست که اون شکل شورایی که ما در ایران تشکیل دادیم این در عمل شکست خورد، اما در دنیا دقت بفرمایید که سیاست گذاری و نظارت یک امر بسیار گسترده است. یعنی چه امر گسترده است؟ یعنی نهاد دولتی وجود داره خیلی متمرکز زیر نظر وزیر قرار میگیره، به عنوان مثال زیر نظر ریاست جمهور قرار میگیره، اما بسیاری از سیاست گذاری ها توسط شوراهایی انجام میشود که این شوراها متشکل از متخصصان برتر اون امر هستند. ما تقریبا میتونم خدمتتون عرض کنم این نوع شورای مدرن رو اصلا در کشور نداریم. مثلا کمیته FOMC که در مثلا ایالات متحده سیاست گذاری پولی رو انجام میده، این یک شوراست متشکل از کارشناسان امر، دقت فرمودید. و عرض کردم خدمتتون نظارت بر بازارهای مالی مثلا توسط SEC انجام میشه که کاملا متشکل از فرهیختگان و نخبگان مالی است. من که عرض میکنم کاملا، یعنی حتی یک نماینده از کنگره آمریکا اونجا حضور نداره، یک نماینده از دولت آمریکا اونجا حضور نداره، کاملا این شورا تخصصی و مستقل عمل میکنه. این نوع شوراها رو ما باید در کشور به وجود بیاریم و گسترش بدیم. اتفاقا من پیشنهادی داشتم در گذشته، شاید اینجا بد نباشه بهش اشاره کنم، و اون این هست که شوراهای موجود کشور رو ما یک قانون باید داشته باشیم، تمام شوراهای موجود کشور رو باید اصلاح کنیم، حداقل 50% افرادی که در اون شورا هستند در واقع متخصص باشند و به صورت تمام وقت در برخی از شوراها حضور داشته باشند. اگر چنین شود ما یک تعدادی شاید نزدیک به 100 تا شورای عالی داریم یا شوراهایی داریم که سیاست گذاری در اقتصاد انجام میدن. این شوراها اگر متشکل از متخصصان باشند شاید یه چیزی حدود 300 تا 400 متخصص عالی رتبه وارد نهاد تصمیم گیری در کشور خواهند شد. سپاسگزارم. خب آقای دکتر سعدوندی، با جمیع جهات جناب عالی با نظر آقای دکتر نمکی در خصوص ایجاد شورای راهبری توسعه سواد مالی اساساً موافق هستید؟ بله، من به صورت اصولی موافق هستم. یک نهادی باید شکل بگیره، نهاد سیاست گذاری در امر توسعه سواد مالی در کشور. حالا این که شکلش به چه نحوی باشه این جای بحث داره. مثلا جناب آقای دکتر حسینی فرمودن که شورای انقلاب فرهنگی الان وجود داره. اگر چنین چیزی هم هست و اگر تعارض صورت میگیره، حداقل میتونه یک کمیته تحت نظر شورای یا یک در واقع بخشی از در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف کنه مثلا یک نهاد خاص رو که این سیاست گذاری رو انجام بده، یا یک کمیته تحت نظر شورای انقلاب فرهنگی شکل بگیره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نمکی، نظرتون بفرمایید، در پایان برنامه جمع‌بندی بفرمایید. خب خیلی ممنونم از وقتی که بزرگواران برای جلسه امروز گذاشتند. من میخوام فقط عرض کنم که شاید تشکیل این شورا و تأکید بر توسعه سواد مالی در کشور کمک کنه به این که در زمان بتوانیم این نگاه رو از سطح بنگاه و حکومت و دولت برسونیم به سطح خانوار، و خانوار بتواند این درک رو داشته باشه که باید کودکش رو از دوران حتی قبل از رفتن به مدرسه آموزش بده مفاهیم مالی و اقتصادی رو بهش، و نوع نگرش و منش اقتصادی رو بتونه درک کنه و دخل و خرج رو بفهمه. من فکر میکنم حتما بخش فرهنگ اثرگذاره، باید کنارش بخش‌های اقتصادی که به طور جدی در حوزه اقتصادی کشور دخیل هستن هم باشه، و بعد تأکیدی که من داشتم حتما از ظرفیت‌ها و امکانات و فرصت‌هایی که در بخش خصوصی در NGO ها، بخش های عمومی غیر دولتی و انجمن ها و کانون ها هست باید استفاده کنیم. باید این یه چیز به عنوان یک مسیر توسعه سواد مالی که در دراز مدت می تواند آثارش بر توسعه بازارهای مالی کشور، من تاکید می کنم بازارهای مالی که خود فراتر از بازار سرمایه ببینمش، اتفاق بیفته. من عرضم این بود و من ممنونم از حضور جناب آقای سعدوندی و جناب آقای حسینی که لطف کردن در این سکشن برنامه حضور داشتند، و ما تونستیم تا انتهای بحث سواد مالی حداقل اون اصلاحی قانون، البته میشه خیلی روش بحث کرد، میشه خیلی روش ادامه داد، ولی فعلا فکر میکنم یک کلیاتی رو ما از قانون اصلاح قانون و اون پیشنویس صحبت کردیم، بعد وارد
دو تا از موضوعات مهم شدیم، یکی اصلاح ساختار شورا و نقش رئیس سازمان در این قانون جدید و وظایفی که احتمالاً میشه برای اون متصور بود، و بعد هم بحث توسعه سواد مالی و نگاهی که قانونگذار به توسعه سواد مالی و اقداماتی که نیاز هست برای توسعه سواد مالی داشته باشه ورود کردیم و از نظرات ارزشمند هر دو بزرگوار استفاده کردیم. از جناب آقای امامی که لطف کردند و اداره جلسه رو برای داشتنم تشکر میکنم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از حضور مهمانان ارجمند در این برنامه، جناب آقای دکتر سعدوندی، جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر نمکی. از شما شنونده محترمم تشکر میکنم از اینکه شنونده برنامه ما بودید. ما انشالله در برنامه های بعدی هم زوایای دیگه ای از طرح اصلاح قانون بازار سرمایه رو بهش خواهیم پرداخت. این برنامه با همکاری انجمن مالی ایران، کارگزاری انصار و ماهنامه بورس برگزار شد. برنامه بعد هم شنونده ما باشید. خدا نگهدار.